سلام عرض میکنم به دوستان هموطن و همزبان ما در هر جای دنیا که هستید درس سی و روم رو داریم از تئوری تست رانندگی در انگلستان سعید هستم از کانال یوتیوب زندگی در لندن خواهش میکنم اگر سابسکرایب نکردید این کار رو بکنید چون برای پیشرفت کانال بسیار موثر لایک هم فراموش نشه خیلی سریع بریم سراغ سوال اول شخصی به دنبال تصادف دچار سوختگی شده. What is the minimum length of time for which this burn should be cooled for? حد دقل مدت زمانی که این سوختگی باید خنک شه چقدره؟ 10 minutes. بله ده دقیقه درسته بقیه‌اش هم که دیگه مشخصه بریم سراغ سوال بعدی. Number 2. You are planning to overtake, but a sign tells you that there is a hidden dip ahead. You need to. شما قصد دارید سبقت بگیرید اما علامتی به شما میگوید که شیب پنهان در پیش است شما باید veer right so you can get a better view of what's ahead به راست بروید تا بتوانید دید بهتری از آنچه پیش رو دارید داشته باشید خیر Overtake the motorist as fast as you can تا جایی که میتونید از راننده جلویی سبقت بگیرید خیر activate your headlights prior to overtaking قبل از سبقت چراغ های جلو رو روشن کنید این هم غلطه تا زمانی که دید واضح از جاده پیش رو ندارید سبقت نگیرید بله پاسخ صحیحه Number three. You are driving down a, road a sign the speed limit. در جاده ای بدون علامت که محدودیت سرعت را نشان میده رانندگی میکنید. However, there is street lighting. با این حال روشنای خیابون وجود داره. This is an indication that the speed limit is probably. این نشانه اینه که محدودیت سرعت احتمالاً چقدره؟ 40 miles per hour. 40 مایل در ساعت؟ خیر. 30 miles per hour. 30 مایل در ساعت. بله این پاسخ درسته. Number 4 you are planning to tow a trailer. Where can information on the maximum nose weight for the tow ball of the vehicle be found? از کجا می اطلاعات وزن برای رو رو پیدا بکنید؟ In your vehicle handbook. در کتابچه راهنمای وسیله نقلیه شما بله این پاسخ درسته اما ببینیم با چه پاسخهایی میخواسته ما رو در واقع منحرف بکنه On the back of the vehicle. در پشت خود رو خیر In the highway code. در آین نامه بزرگ راه نوشته شده خیر On the DVLA website. در وبسایت DVLA این هم غلطه Number 5. You are indicating right and planning to turn off a main road onto a smaller side road. شما راهنما میزنید به سمت راست و قصد دارید یک جاده اصلی رو به یک جاده فرعی فرعی کوچکتر بپیچید یعنی از یک جاده اصلی میخواهید به سمت راست برید وارد یک جاده فرعی کوچک بشید Prior to turning, you need to. قبل از چرخش باید چیکار بکنید Check for right رانندگان دیگری که در سمت راست از شما سبقت میگیرند را بررسی کنید یعنی نگاه بکنید که از سمت راست کسی سبقت نگیره خیلی منطقی و پاسخ هم درسته اما پاسخ های دیگه Turn off your indicator light. چراغ نشانگر خود را خاموش کنید یعنی راهنمای خودتون رو را خاموش بکنید که غلط Sound your horn. بوغ بزنید این هم غلطه Activate the handbrake. ترمز دستی رو بکشید. این هم غلطه. Number 6. While traveling down a one-way street, you are planning on turning right. هنگامی که در یک خیابان یک طرفه حرکت می کنید، قصد دارید به راست بپیچید. Where should your car be positioned? ماشین شما باید در کجا قرار بگیرد؟ ببینید خیابان یک طرف است. اگر دو طرفه باشه که خب میشه همون چیزی که میدونیم خط خطچین رو در نظر بگیریم بیاد سمت چپ اون در واقع خطهای مرکز خیابون قرار بگیره وقتی خیابون یک طرف است یعنی شما از همه جای خیابون میتونید استفاده کنیم بریم حالا پاسخ صحیح و نگاه کنیم In the lane to the right. در لاین سمت راست کاملا درسته On the left hand side of the center line. در سمت چپ خیابان وسط غلطه In any lane. در هر خطی که خواستیم غلطه the, lane to the left. در لاین سمت چپ این هم اشتباه است یک اعلان قانونی خارج از جاده که به نام سورن شناخته میشه معتبره تا چه زمانی؟ طور که میدونید سورن یعنی که اعلام بکنید که ماشین من دیگه قرار نیست توی جاده حرکت بکنه میگه این سورن تا چه زمانی معتبره For as long as the still works. تا زمانی که وسیله نقلیه هنوز کار میکند خیر For years. به مدت ده سال اشتباست Until the on the runs out. تا زمانی که گارانتی خود رو تمام شه این هم اشتباست Until your vehicle is taxed, sold, scrapped or permanently exported. تا زمانی که خودروی شما مشمول مالیات، فروخته شدن، اسقاط یا به طور دائم صادر بشه یعنی از کشور خارج بشه تا اون زمان شما میتونید ماشینتون رو سرن اعلام بکنید. این پاسخ صحیحه. Number 8. You are giving your mate's kids a lift to school. شما بچه های همسرتان را به مدرسه می‌برید، یعنی که حالا خانم شما بچه داشته که باش ازدواج کردید منظورش اینه حالا اونا رو دارید میبرید مدرسه They are both ten years old. هر دو ده ساله هستند Whose responsibility is it to ensure that they use a seatbelt or an appropriate child restraint if needed? مسئولیت اطمینان از استفاده از کمربند ایمنی یا صندلی مناسب کودک در صورت نیاز چه کسی است؟ Another adult بزرگسال دیگری که سرنشین ماشین است، خیر؟ you, the شما شخصی که رانندگی می کنید بله اینها چند بار هم قبلا خوندیم شخص راننده بایستی حواسش به این مسائل باشه The children's parents. The kids. Number 9. At what time do you need to show your certificate of motor insurance? When your car is receiving an MOT. در when you are about to buy or sell a car. زمانی که قصد خرید یا فروش خودرو را دارید خیر When requested by the police. در صورت درخواست پلیس بله این درسته When about to take your driving test. زمانی که در حال شرکت در آزمون رانندگی هستید این هم که خنده داره Number 10. You have approached a pelican crossing. شما به گذرگاه پلیکان نزدیک شده اید. There is a flashing light that's amber in color. یک چراغ چشمک زن وجود داره که به رنگ زرد. این به این معنی است که you must stop and wait for the to stop باید بیستید و منتظر بمانید تا چراغ ها چشمک نزنند. خیر. You can drive past when pedestrians are still crossing. زمانی که آبران پیاده هنوز در حال عبور هستند، می توانید از کنار آنها عبور کنید. غلطه؟ You need to stop because the lights will soon change to red. باید توقف کنید زیرا چراقها به زودی به رنگ قرمز تغییر می کند. این هم اشتباس به نظر درست می رسه ولی غلطه؟ Pedestrians who are currently using the crossing have right of way. آبران پیاده که در حال حاضر از گذرگاه استفاده می کنند حق تقدم دارند ولی این پاسخ درسته. پایان سوال دهم ده از درس سی و چهار روم. امیدوارم به درتون خورده باشه ما توی کانالمون ویدیوهای بسیار زیادی داریم در مورد لندن و انگلستان اطلاعات عمومی سعی میکنیم درست و منطقی و اصولی بهتون بدیم اگر دوست داشتید سابسکرایب بکنید برای دوستانتون شیر بکنید لایک بکنید چون باعث پیشرفت کانال میشه خیلی سریع بریم سراغ درس بعدی